د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه. ستړي مشه د ژورلید خبرونه پیل شوه. زه خیبراله کوزی مو هرکلی کوم. پر ژورلید خبرونه کې پر دې موضوع بحث درو چې د تاشکند ناستې ډیری برخوالو د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کړې ده. امیر خان متقی وایي تاشکند ناسته کې ډیری هیوادونو افغانستان سره له تعامل او مرستو کېدو څخه ملاتړ وکړ او ټولو په یوه خوله پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د ژر ازاده کړي او لګول شوي اقتصادي بندیزونه دې پای ته ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زیاتوي هیله لري لکه څنګه چې مخکې امریکا د بندیزونو لرې کړي وو په برخه کې اقدامات کړي دي، په دې برخه کې بیا هم ګامونه پورته کړي او بیا هم دغه بندیزونه لرې کړي. نوموري پر امریکا غږ کړی چې پر افغانستان د فشارونو سیاست او ستراتیژي پایله نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي، نو د بندیزونو په لرې کېدو دې د اقدامات ترسره کړي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د قدرت جزیرو په ختمېدو سره یو واکمني ده او مخالفین له چمتووالي سره سره د افغانستان جغرافیې یوه نقطه څه چې لا یوه پوسته هم په واک کې نه لري او دوی ناکامه شوي په خپلو پلانونو کې. دوی د څه موده وړاندې پر ازبکستان او تاجکستان بریدونو باندې هم اشاره درلودله. ورته یې ویلي چې په هلته چې هغه ډلې وي یا هم داعش ډله به چې بریدونه یې ترسره کول هغه له منځه وړل شوي دي. دا چې پر دغه کانفرانس کې پر افغانستان سره د تعامل خبره ترسره شوې ده چې څومره تعامل ترسره شوی دی، ځکه تر دې وړاندې هم ورته کانفرانسونه ترسره شوي وو چې تاشکند کې هم ترسره شوي وو، ازبکستان کې هم د افغانستان په تړاو باندې غونډه جوړه شوه، چین په پاکستان کې هم د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې هم د افغانستان په تړاو باندې خبرې ترسره شوې. نورو ځایونو کې که لاشو اسلو غونډه هم یاده کړو د دې غونډې یو برخه راتلی شي چې هلته هم د افغانستان په تړاو باندې خبرې وشوې او ځانګړې ناستې ترسره شوې. ملګرو ملتونو څو ځله د افغانستان په تړاو باندې غونډې ترسره شوې، پر افغانستان سره د تعامل خبره ترسره کیږي چې دغه تعامل ولې پر حقیقي معنا نه تړل کیږي او یا هم منځته نه راځي، ځکه دغه دی تقریبا د اسلامي امارت د واک ته رسېدو 350 یا هم 550 ورځو ته خبره رسېدلې ده، ځکه د اګست په 15مه باندې اسلامي امارت واک ته ورسېد، اما تر اوسه یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نه دی پیژندلی اسلامي امارت. دا چې ولې علتونه څه کېدلی شي، یوازې ژمنې کېږي او په عمل کې نه ثابتېږي، د دې علتونه څه کېدلی شي، پر همدې موضوعاتو د بحث لپاره راسره د پوهنتون استاد محمد اسماعیل مشل او د اسلامي امارت غړی توریالی همت د بحث مېلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشي مشل صاحب، بس له تاسو راپیلو. تعامل خبره ترسره کیږي یو کال تقریبا د اسلامي امارت واک ته د بیا واک ته البته د رسېدو رسېږي، ولې دغه تعامل په رسمیت پیژندلو یا هم په رسمي تعامل باندې نه اوړي؟ ممنون. عرض ادب خدمت شما مهمان بزرگوار، بینندای عزیز شما. هر قدمی که در رابطه با صلح، امنیت و آبادی افغانستان برداشته شود از طرف کشورهای منطقه و همسایه، نه تنها ما استقبال میکنیم بلکه آن را حمایت هم میکنیم و نشست ازبکستان را به خیر و فلاح آسیای میانه الخصوص افغانستان میدانیم. چیزی که بسیار مهم است در این نشست 20 کشور و بالاتر از 10 سازمان بین المللی حضور داره و در رابطه با افغانستان و آسیای میانه بحث میکنند، نه تنها درباره افغانستان. که در این نشست یک تعداد بحث بسیار کلان است، کشورهای اساسی که در جنگ افغانستان و صلح افغانستان نقش سازنده و دائمی را داره، مانند روسیه، مانند پاکستان، مانند آمریکایی ها، حتی اتحادیه اروپا، سازمان های بین المللی حضور داشتن. من فکر کنم یک اقدام بسیار مهم و اساسی بوده است، ولی بحثی که بسیار تاثیرگذار است در طول یک سالگی حکومت افغانستان، متاسفانه بگیم نزدیک به چند روز دیگه باقی مانده است که حکومت افغانستان یک ساله شود و هنوز هم متاسفانه بگیم که هیچ کشوری در دنیا افغانستان را به رسمیت نشناختن. ما میخواهیم سرباز سوال اساسی شما آل صحبت داشته باشیم. از دید روابط بین الملل و سیاست ما یک مقوله داریم، داد و گرفت، یک بحث بسیار اساس است. متاسفانه بگویم من این نشست را که در تاشکند نزدیک به دو روز سپری میشه، ما آنچنانه که باور و شاید و خوشبینی که ما مردم افغانستان داشتیم و تا حکومت داشت، متاسفانه بگویم ما از این نشست گرفته نمیتونیم. یک بحث بسیار اساس این نشست نتیجهش به خاطر پیش از پیش ما میتونیم پیش بینی کنیم که شما با دستپور متاسفانه بگیم به تاشکند نرفتین، شما با دستپور به این نشست حضور نیافتین، متاسفانه بگیم شما با تیم دیپلماسی بسیار قوی به تاشکند نرفتین. ما اگر هدف ما این است که وقتی میگم دستپور، بحث ما اساسی ما بحث تعلیم و تربیت بوده است، بحث اقتصاد بوده است، بحث زنا وجود داشته وجود داره، بحث تروریسم وجود داره، بحث تاش وجود داره و شما زمان میتونین از این نشست
دست ها دست پر بیاین و یک نتیجه مثبت را داشته باشین که ما از این دست پر بریم. متاسفانه بگیم امیرخان متقی و تیم که از افغانستان رفتن اونجا با این 20 مملکتی که اونجا حضور داره تا سطح رؤسای جمهور وجود داره، وزرای خارجه اونجا وجود داره، سازمان های بین المللی وجود داره، اگر طرف حکومت افغانستان و شخص آقای متقی باشه از اینا اگر پرسش های در رابطه با زنای افغانستان صورت بگیره، درباره تعلیم و تربیت صورت بگیره، درباره دایی صورت بگیره، درباره توریسم صورت بگیره، ما متاسفانه بگیم جواب نداریم. و شما جواب نداریم، پس از این خاطر نمیتونید از این نشست ها استفاده سیاسی و مفید صورت بگیره. بله بس دیگه میخوام تا اونجایی که من معلومات دارم و چیزی را که از رسانه‌های بین‌المللی ما تعقیب کردم، آرژندا نداشت این نشست و تمام روز نشست نه، ولی بحث بسیار مهمی که وجود داره، بحث اقتصاد بوده است، بحث اهمیت بوده، توریسم بین‌المللی یک بحث بسیار کلان است که آسیای میانه را بالخصوص مثلا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی کشورهای همسایه افغانستان از این بابت رنج می‌برند و یک نوع ناامیدی است. شما در جریان باشین آقای الکوزا، یک چند پیش چندین راکت به از خاک افغانستان به ازبکستان شلیک شده است که در شهرک آزادی از اونها روبرو شده است. من فکر کنم که این مسئولیت تا هنوز هیچ کس نگرفت، ولی تحریک اسلامی ازبکستان یک سر و صدایی را داره، داعش یک بحثی وجود داره. من فکر کنم با آمدن حکومت جدید در افغانستان، آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، اینا یک نوع ناامیدی و یک یأس دارن و شک و تردید است که نباید داعش از افغانستان دوباره ظهور کنه و خاک آسیای میانه را و کشورهای آسیای میانه را به تهدید روبرو بسازه. باور یقین من است که بیشتر با بحث به رسمیت شناختن افغانستان درید مطرح نشده است آقای الکوزا. که دلته لا شود دغه پلاوی چې د ازبکستان تطلع د افغان پلاوی، ځکه د افغانستان پر امنیت، اقتصاد او ترڅنګ پر روابطو یا هم د پدې برخه باندې خبرې تر سره کېدل، څومره تخصصي پلاوی ټاکل شوی وو؟ ما بارها تاکید داشتیم د میز شما هم در رسانه‌های دیگه، متاسفانه بگویم ما مشوره بود از بر حکومت امارت اسلامی که در یک تعداد موضوعات باید یک تجدید نظر صورت بگیره، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی. وقتی زمان میگیم تجدید نظر صورت بگیره، در تمام سکتور متاسفانه بگویم آن صدای گرنگ رسایی که ما در آغاز زمانی که با آمریکایی ها در دوحه قرارداد را کردیم، یک تیم دیپلماسی بسیار قوی را ما داشتیم اون زمان، متاسفانه بگیم امروز این صدا و این تیم آنچنانی که باید استفاده میکرد درست ما نتانستیم. شما در جریان سنین دومین نشستی است که در ازبکستان در طول یک سال با حکومت در رابطه با افغانستان صورت میگیره، بدون نشست های دیگه که در این صورت گرفت، چین صورت گرفت، حتی مسکو صورت گرفت، اینجا دومین نشست است. ما از این نشست ها اگر باز بگیم آنچنانی که استفاده درست و اساسی باید میکردیم نتانستیم. این وقت میگم نتانستیم، این تیم علتش بود، این تیم شاید صلاحیت نداشته باشه آقای الکوزی. ما روان کردیم با آقای متقی، اما در این نشست ما باید با آقای متقی صلاحیت های بسیار اساس دیگر هم در کنارش باید زمینه می ساختیم. متاسفانه بگیم ما در نشست های دیگه هم اگر غیر حضوری حضورم رفتم فیزیکی یا غیر فیزیکی حضور داشتیم، متاسفانه بگیم وعده هایی را که به دنیا و کشورهای منطقه انجام دادیم، او تعهداتی را که از جانب افغانستان با توسط آقای متقی برای دنیا ما داشتیم، تا امروز او تعهدات نه تنها عملی شده است، بلکه متاسفانه بگیم یک تعداد ضعفای دیگه هم ده او رو برداشت. تاسو چې کوم غونډه چې تر اوسه پوره شوې دي او د بهرنیو چارو وزارت پلاوی پکې ګډون کړی، مسئولیت ورکول شوی خو صلاحیت نه، صلاحیت ندادن آقای الکوزای. زمانی که میگیم صلاحیت، یعنی در رابطه با مکتب یک مثال بسیار زنده میزنیم، مثلا در رابطه با کار زنا میتونیم مثال بزنیم. اینا بارها تاکید کردن، ماهای را ترتیب دادن که در یک ماه، 6 ماه بعد، 5 ماه بعد در مکتبای صنف 6 برای دخترها باز میشه. متاسفانه این کار صورت نگرفت. در بحث حقوق بشر بود است، متاسفانه بگیم عمو دفتر اوتو بسته شد، این کار صورت نگرفت. در بحث سیاست خارجی بود است و حکومت هم مشمول بود است، متاسفانه بگیم این کارا صورت نگرفته. و زمانی که ما میریم بعد از یک سال که دلشی چه الته د بهرنیو چارو وزیر یا هم د بهرنیو چارو پلاوی یا هم نور استاد د اسلامي امارات زی په دغه غونډو کې ګډون کوي، ژمنه کوي، اما دلته بیا ژمنه په عمل کې نه ثابتېږي. الته څه کې دلشی تر هغه وخت چې مونږه خص اساسي او قوي تیم ونه لرو، تر هغه وخت چې مونږه دلته یو مشروع حکومت ونه لرو، تر هغه وخت چې مونږه د حکومت کې ټول خلک رانسی او ټول متحدانه کارونه کوي افغانستان ته، تر هغه چې د ښځو حقوق ورته زمينه
اسای نسی هم د کار هم د تعلیم هم د تربیه فکر کوم چې دغه نشستونه بیا نتیجه نه ورکوي. دغه نشستونه موږ زو خروج کو خبرې کو بیا بیرته زو متاسفانه بګیم نه دنیا ته موږ د دلیل لرو نه د افغانستان د 10 میلیون خلک ته موږ جواب لرو متاسفانه بګیم. راغه پالیسی ضعیف ده، کوزای سیاست ضعیف ده، خارجي سیاست ضعیف ده، دته زو چې خارجي یو مشخص تیم نشته ځکه بهرنی سیاست ډیر تر رسمیت پیژندلو ته دته ورسته راځو. خو دلته د غختنو برخه ته راځو، اسلامي امارت هم همدغه تکرارن غختنی دی او د نړۍ هم تکرارن غختنی دی. ستونزه په چا کې ده؟ آیا اسلامي امارت که نړیوالو؟ نه، یک چیز آقای الکوزای بسیار مهم است. ما در قرن 22 زندگی میکنیم و نظر به قرنهای گذشته یک دادو گرفت، سیاست، حکومتداری و تمام سطوها تغییر صورت گرفته است. ما نمیتونیم حکومتهای شایری دهی اثر قبول کنیم، ما نمیتونیم حکومتهای زور رو قبول کنیم، ما نمیتونیم حکومتهایی که با تقلب بوده است، با تمام بدبختی ها بوده است، او رو شما بالای شانهای مردم قبول کنیم. ما میگیم که الله متعال در قرآن عظیم شان خود برای زن، برای خواهرم، برای مادرم حق داده که درس بخونه، تعلیم از حقش است. صحیح است، اقرا باسم ربک، صحیح است، نگفته که زن باید بخونه یا مرد بخونه. ما گفتیم که تعلیم برای زن و مرد فرض است. ایرا قرآن داده، رسول خدا بر ما داده، دینم برم داده، شما چه رقم میگیرین و ایرا یک دلیل برای مشروعیتتان اثبات میکنین؟ دو، حضرت بی بی خدیجه خانم حضرت محمد مصطفی اولین تجار زن بوده است، یعنی در اسلام تجارت کرده است. اگر امروز میگین زنم میگین تو در خانه بشی و حق نداری کار کنی، حق نداری تعلیم کنی، حق نداری تو فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشی، بنان دنیا ایره میگه که با کدام دلیل من تو را قبول کنم؟ سه، بس حکومت هم شمول است. ما میگیم که ازارا اینجا حق امو حقه که پشتون داره، همو حق ازارم داره، همو حقه که تاجق داره ازبکم داره، همو حقه که بلوچ پشهی داره. ما کل ما یک تن هستیم. شما چرا میخواین اینمی را ازم جدا کنین؟ تاریخ براتان گواه است. نباید دیگه ما تاریخ تجربه بگیریم که با بدبختی و ذلت به نام قوم، به نام زبان ما را کشورهای منطقه به جنگ انداخت، ذلیل ما ساخت و امروز ما میایم علی یک دیگه خود جبهه گیری میکنیم. ما باور یقین ما یس آقای الکوزای شما یادتان باشه تا در قسمت تعلیم و تربیت تجدید نظر نکنن دنیا یا را به رسمیت نمیشناسی. یک سال تیر شده، 10 سال دیگه هم تیر شده یا را کسی به رسمیت نمیشناسه. تا در باره حقوق بشر، آزادی بیان، بس تعلیم و تربیت یک تجدید نظر صورت نگیره آقای الکوزای، یقین داشته باشین این نشست ها نتیجه نمیده. این نشست ها به خیر ما نیست. تنها ما میریم میخوریم مینوشیم صحبت میکنیم و ایره دوباره میریم به یخ میمانیم. ایره یادتان باشه در طول اینمی یک سال بعد از سقوط جمهوریت این افتومین نشست است که با دنیا و کشورهای منطقه حکومت افغانستان داشته است. شما بیاین بگوین که با دنیا وعده هایی را کردین، شما همین وعده ها تحقق پیدا کرده است نکرده؟ وقتی این صحبت ها و این وعده هایی که شما به دنیا میتین تحقق پیدا نکنه، دنیا بالایتان، اما از حتی از دید اسلام هم وقتی یک مسلمان دروغ نمیگه، یک انسان دروغ نمیگه، وقتی یک حکومت با ایست میگه که من تا 6 ماه بعد دروازه مکتب برای دخترها باز میکنم باز نمیشه، من میگم که حکومت هم شمول میسازم باز نمیشه، باور یقین من است که ما از این نشست ها آنچنانه که باید آقای الکوزای استفاده کنیم، دوست پر باشیم، بنابر سیاست ما، بنابر بعض مشکلات داخل درونی که وجود دارد نمیتونیم از استفاده دیر زیاده منان نماشل سیبلا تاسخه ایمت سیبرا زو ده تعمل خبر تر سرکیگی اسلامی مرات وی چه تعمل را سر شوه ده یو کال پورا کیگی ولی دغا تعمل پر رسمی تو گبه نه تر سرکیگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیبر الکوزای سیب زتا تو ستاسی میلمه مشال سیب تو ده کابل نیوز تلویزیون محترم و عزتمن و کارکونکو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. خواهش می داد لکه څنګه چې د خطبه او تقریر ته د غوږ نیولې و د مشال صاحب او زه د اسلامي امارت غړی یم، د کې شک نسته او خلک بیا وایي چې دلته وله بیان ازادي نسته، همدقسې ما ته به هم غوږ نیسې، چنګک به ناچی او په د هغه منځ کې به راولېږي نه، چې ده ته نه ولېدې همدقسې به غوږ نیسې. چې د څومره له حقایقو باندې سترګې پټې کړې، څومره شیان یې ویلې، تا هېڅ پکې هغه ونه کوو. زه که یو شی حقیقت ووایم ته به پې غرض کوې، نو اوس غوږ شه. یو تعامل ده، یو تعامل ده باندې به دا استاد پوهېږي، ځکه یې پوهنتون استاد ده، که نه پوهېږي بیا استاد شوی ولې ده، خو پوهېږي، ته هم پوهېږې. یو فهم ده، یو تفاهم، یو عمل ده، یو تعامل. تعامل جانبین وي، دو طرفه. اسلامی امارت دا 15مه غونډه ده چې سوی پاکستان کې، چین کې، روسیا کې، په هغه کې اسلو کې تا 15مه غونډه وه. ده په دې 15 غونډو کې ټولو کې اسلامی امارت لخوا عمل هم شوی په وعدو ژمنو،
او تعامل هم شوی خو تعامل نه ده شوی د جانب مقابل لوري نه پر وادي غو کړی وي چې تاسې دا وکړي موږ پر رسمیت ونه پیژندو پیسې درته خلاصو پیسې خلاصې نه کړې او موږ د تاسې سره متقابل احترام کوو هغه نه کوي. زه تا ته یو څو نمونې وایم. ده ویلې چې متاسفانه چې پر رسمیت ونه پیژ زه ورته وایم چې ظالمانه چې پر رسمیت ظالمانه فیصلې دي ظالمانو وکړې په دې غونډه کې په دې نورو کې هم دا شلو ملکو ټولو ته زه یوازې دا چې د روسو د چین وایي زه د امارت غړی یم خو دا امارت سخنګویان لري ویندویان لري دا خبره زه د ملت په نمایندګۍ کوم چې روس هم موږ سره دا اوس هم ظلم کوي چین هم موږ سره کوي پاکستان هم موږ سره کوي نور هم چې ته دا خبرې کوې چې کنګل شوې پیسې خلاصې کړه او دلته امنیت ده دا دعوی کوي خو پېژنه پر رسمیت ما کنه ولې پر رسمیت نه پېژنې دا یو باب مدو هوا روسو چین هم کوي روسو چین خپلې ګټې لري تجارتي د چا سره د امریکا سره د امریکا شین چراغ چې ورته ونه ښودل شي سل کاله کې نور هم داخله دا د اسلامي امارت په نمایندګۍ درته نه وایم دا د دې ملت ځکه چې موږ ملت د دې شاهدان یو پنځلس غونډې وسو هره غونډه کې اقتصادي دي که امنیتي دي که نور هغه دي سیاسي دي هغه غونډې عمل اسلامي امارت پرې کړی غونه زه تا ته اوس وایم پر دست دی استاد په باره کې وایم په سړه سینه به باس کوو ډېر هغه ته هغه نه وي کوم ځای کې چې یو خبر هغه وشي سړی باید احساس لري احساساتي کیږي دا م احساس لري هم بعضې خلک وایي کسه چې احساس نه لري هغه مړ ضمیر په هیڅ نه احساساتي کیږي دوست پر زه درته وایم ده ته به بیا معلومات نه وي استاذ دې لږ معلومات واخلي دا نه معلومات لرل دا ګناه نه ده اوس یو مولوي ته چې ووایه کله خپل ځای کې ده چې یو چا ته ووایه چې زه په پیلوټۍ نه پوهېږم مولوي صاحب دغه معلومات هم خلک سره شریک کوي اوس خلکو سره وویلې خپل خبرې ته د غوږ وګوره حق هغه اوس دغه نه معلومېږي تا ویلې دا څونه کسان چې تلي دي راسه زه دې ورته بیایم اته چې چا ته وایه چې هغه کار د اهل دي او دوی کار د اهل نه دي هغه ته چې چا ته وایه چې آسیایي معنی رنګ میبره اته چې چا ته وایه چې دا ټیم کې اغه د دوه ټیم مزید اغه قوی وو زوم دا قوی تر وو زه کومه د دوه ټیم خلک وسه موجود دي بکه د نورم تقویہ شوی دا وسمته دا کوم کسان چې متقی صاحب سره تلی وو زه د یو ځای کې مل مکوم کټول نه و چې راغه سول یو څو سره بده کینم د منګ د اقتصاد د وزارت لګ وخت شه د اقتصاد د وزارت اغه ور سره کوي اقتصادي خبري چلته یو وکی انجنیر هم پاندې ټیم کو خدا چې پټګای په سر ده دا د باندې ملاکی گن کې دي شی ته وسالمه د عالم د خو پټګای د په سر نه د خو عالمه هم مشکل دا دی چې سړی څون عالم مې چې سره سر توري خلک ورته وي دا په چی نه پیږي چې پټګای په سر سوې دا مولوی دا ټول مولایان نه دی هغه کې انجنیران او هغه کې ډاکټرانو حتی د صحت عامي هغه د منګام په کتلو خدا چې تا معلومات ته غدي دا فرق نه کی معلومات سړی تنه دا بیل خبر دا هغه کې خ فنی ټیم تلو او الته تلې دنیا ظالمان دي د امریکانه ډاریږي استاد محترم مشال صاحب کنه من هغه کوم شریک چې د ایمزل کې هم صاحب امدا خبره چې ته وایي چې امریکانه ډاریږي د تعامل خبره تر سره کیږي نو بیا تعامل څنګه تر سره شوی دی څنګه تعامل رامنځته شوی دی کوم تعامل تر سره شوی دی ګوره دغه تعامل د کنه وستو ګوره چې همدته د منګ د اسلامي امارت وزیر د خارجه سره دی خو وفد او حیات التزی دعوته دا خو غیر رسمي د امریکای نه ډاریږي نور عمل فکر نه کوي چې همدا د خپل د اهداف لپاره تر سره کوي څو هر څړی هدف لري منګه هدف لارو چې دا وي لري منګه اهداف لري زستاسو لمړنۍ اهداف یا هدف دا د چ پر رسمیت پیژندل نه د منګه یوازې یو هدف دا نه د من هدف دا د چ من پیسې کنګل شوې پیسې مرا خلاص پر رسمیت مو پیژني کچیر ته پر رسمیت نه پیژندل شي نو فکر کوي فکر کوي چې پر رسمیت نه پیژندل شي کنګل شوې پیسې به درته خوشي شي یا بس تاسو سره اقتصادي راکړ ورکړ څو ګوکړي ګوره موږ دا ټول کړي زه دا غو تر اعظم دی استاد د چې ویلې چې اسلامي امارت ال ته غوي تشويش لري رنګ مې بره هغه د دروغ رنګ مې بره کم جه کیسې ويم دي هغه کسان چې ونی ول سلطاس ویل د تلویزیونو تر اغله کې دي شي تاسو تم دلته راوخی موږ اسلامي امارت چې دا وعده کړي پاما دوحه کې مو د هر مجلس کې چې دا نیول سوي دي استاد نه پېږم چې اول ځل د مجلس تر راځي بس تو کڅنګ پغه کې ما ګور خبره مونږ کړو دا وسره غي کې څنګه کچې خبره وکړه کو نه دا کړای کنه نو ته مو کومه دا کړای کنه امدی دولت کیما امدی دولت کیما چې زه وایم خبره واوري وزه تا ته ته دا وایې ته ما سره وسه تناس په خبر ده زه درته وایم ما ته ویل دا خبر مار نه پښتنه وکړه د بشري حقوق سخنګوي ما ته ویل چې خدای نن ورځ په خجه کې لاس تراغله او تا د بشري حقوق کې چې ډالر دی اخیستل او ته سخنګوي او ته ویاند ته څه کړی تا ما ته ویل مخامخ چې دوه فشارونه پماو یو خارجي فشارونه ول لګوت څه یو خارجي شاورول او یو داخلي مانس ویلې ته بیا څو نمړ زمير خاوند چالت وی ما بیا د ماغه نه کو استفاده نه کوله او ډالر ته دغه وس د ما خبره ته وګ نه لیسه خپل غی کې باسو کو د ما وروره باس دا ما تو دي خبره ګوره جوړه
لري خبري وکه انت خبري وکه شخصي خبري دلته مکه صلاحيت ته وای چې دا صلاحيت نه لري من وزیر د خارجه ده صلاحيت لري خدلته من امارت ده دا جمهوریت وغدل تعمیر المؤمنین دا هغه چال تراوړی دلته بکیږي دلته شورا د تعمیر المؤمنین دا هغه ورته وړاندې کیږي هغه د دوه کار ده د امیر المؤمنین امیر المؤمنین دلته خبره بیا د صلاحیت خبره راځي کنه همت صاحب حقوقي بشر دی ویلې اوس ما دلته ما د صلاحیت خبره ته براسو ما ول واده واخستله تا واده همت صاحب ودرې پښتنه دامدته د چویل حکومت زوره قبول نه میکنیم سلطنتی را قبول نه میکنیم نو دیموکراسي را قبول نه کړي همت صاحب اسلامي اسلامي امارات قبول نه کوي چې اسلامي شریعت قبول نه کوي مشر صاحب تاسو صبر همت صاحب هزاره مقلري ولا کړي پریدم هزارم دا وای اقلري زه به مو ته وایم دا چې هزارم اقلري پښتون بالکل اقل من تبيز لساني تبيز سمتي سبي مذهبي باندې لعنت وي وس لا صد جنران اتلای نه سي موټر بم زمایي پیسې ګرځوم د کابل په خار ته به د کابل خار نه د تهران خار د ایران چار طرف ورسې دا جنډي د سري اش دي اس پي دي پټ ودرګه حق د موږ حق ورکړې کنه دا حق ورته نه ظاهر شاو ورکړې ونه د اوچا نه کمونستان نه نه غتی رغدونه خو موږ حق ورکړې اسلام ورته مثال ورکړې عزت خبرې ته خیر چې شو هغه اورد بکینو مو ته حق نه حق دا باس به موکو ته خو نمائنده دی غراغلې او ته اوس دی هغه نه دفاع کوي دی موږ وي دا موږ ویل وسته مو می تاسو هغه نه چو دی هزار ورونو د موږ روناستي اهله تشیو پخپل تکیا غانه کې ودر په دې کې نو وزو بس نه بنو وزو همت صاحب هغه چې باغانه کوي اسلامي امارات باندې مغرسوم چې دا د جلسو جلسې ته نه پریدي چې د دښمنان د نه استفاده کوي همت صاحب نه خطا کوي موږ قومي همت صاحب د تعصب پینس کرا چی همت صاحب اسلامي امارات د اجازه نه ورکه هزار ورونه د خدای له ویریږي او خپل تکیا خانو یو چار دیوالی کې د خپل پروګرامونه همت صاحب د مثال ورکه چانه ګور اسلامي امارات بس نه بنو وزو همت صاحب رازود دلته تاسو وړاندې خپل دغه درلودل چې دغه هم یو د صلاحيت استل نشو چې په حالت ځمنه تر سره کیږي دلته چراشه کومه فقه په باندې وشوه خو هغه کا ځمنه به عملی شي او کو نه شوه دغه به هم د یو اعتبار د باندې وړلو خبره نه ده ګوره د کی شک نه ستغال ته د سینې کې هغه چلته خبرې کې نظرونه راوړي وای موږ دلته هغه شی چې د اسلامي او ملي ارزښتونو سره د افغانستان ټکر یا غي څوک حق نه لري امیرالمؤمنین د دې اختیار لري چې هغه کې موږ به د اسلامي ارزښتونو او د ملي ارزښتونو سره هیڅ سره خبرې نه کوو لکه مننه ډیر مننه لتا څخه همت صاحب درنولدونکو یوه دمه ته زول دمه بیرته راګرځو تاسو هم را سره ملتیا وکي بیا هم ستړي مشه د جوړلیک خبرونه د خبرونه په دوام مشل صاحب رازو تاسو ته دلته د رسمیت پیژندلو خبره مخکې هم مطرح شو کچیرته اسلامي امارات پر رسمیتونه پیژندل شي دلته ځکه په د تاشکان په ناسته کې په اقتصادي برخه باندې هم ډېری خبرې تر سره شوې دي که اسلامي امارات پر رسمیتونه پیژندل شي آیا ممکنه ده چې دغه ډول قراردادونه د سره تر سره شي او یا هم که تر سره کیږي د قوانینو برخه ته بیرته ورګرځو د کوم قوانینو لمخې بیا دغه تر سره کیږي ورسره ممنون آقای علی کوزای صحبتایره کې ما داشتم به نمایندګي از مردم هم داشتیم در رابطه به سول امیت و همچو یک نشستایی و یک خبرای خود میدهم به عنوان یک افغان که فرار نکردیم در نیمی جامعه هستم سرمایه گذاری کردیم پنتون دارم مینستود دارم در سکتور تعلیم و تربیه کار کردیم و میتونم اینمی مشوره هایی را که من دارم ایره با حکومت شریک بسازم و حکومت هم باید همین قدر بغل باز داشته باشه نقد ما را مشوره ما را قبول کنه به خاطر اینمی گری که خورده مشکلات و چالش هایی که وجود داره است یک چیزی که آیچه انتقاد داشتن و قضاوت را مردم باز میکنه که من کجا از این نقد داشتم و کجا مشکل داشتم بحثی که بسیار اساس و مهم است آقای الکوزای ما میگیم که چرا نباید حکومت افغانستان باید به رسمیت شناخته شود صحیح است یک بحث است مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو است به می خاطر به رسمیت شناختن حکومت مردم افغانستان سیل سیل ماجر شدن رفتن افغانستان ترک کردن به خاطر اینمی که حکومت باید به رسمیت شناخته شه مردم افغانستان امروز یک سردرگمی و فلاکت و بدبختی روبرو هستند به خاطر که دنیا باید به رسمیت بشناسه شه مردم افغانستان با ده ها مشکل و چالش کلان دیگه روبرو هستند و شما میبینید امروز تمام مردم افغانستان تکلیف روحی و روانی گرفته است و از هیچ شمپوشی کردن نمیتونیم ما میگیم که چرا دنیا ما را نمیشناسه چرا باید بشناسه درست است ما زمان به این سوال پاسخ داریم که ما داخل
خواستایی را که دنیا از ما داره در از دید روابط بین الملل و از دید سیاست و از دید حکومت ها و در قرن 22 ما باید امور تطبیق کنیم. یک تعدادش از روی روابط بین الملل و از روی سیاست هم میشه نظر به زمان عصر و یک بحث بسیار کلان دیگه شم بحث اسلامی است که به مذهب ما دین ما برمیگرده. ما میگیم که دنیا از اینا میخوان که مکتبا را برای دخترها باز کنین. صحیح است، باید باز کنین. اینا هر دلیلی که دارن این را حق اعلام داده، رسول اعلام داده، کتاب قرآن عظیم شان هم برمداده و دنیا هم پافشاری میکنه و زنای افغانستان هم طرفدار است و من 100% باور دارم که آقای استنادزایی و تیم حاکمی که اینجا وجود داره بارها گفته که امی باز میشه. ما میگیم که اگر امی باز میشه بیاین پیش از اینکه با بدبختی و ذلالت دیگه روبرو شیم امی را باز کنین که بتونه مردم افغانستان از این بدبختی و ذلالت روبرو شه. بس بس دوم، دنیا میگه که ما در افغانستان یک حکومت مشروع قانونی و یک حکومت که همشمول باشه. بیاین بسم الله همی حکومت همشمول بس چه انتخابات است. ما که وقت میگیم انتخابات شما یک تعداد افراد قلدر، یک تعداد افراد خائن که فرار کرده او را نبیارید. من میگم که یک تعداد افرادی که پاک است، یک تعداد افرادی که امروز به وطن متحد است، یک تعداد افرادی که وطن را دوست داره، یک تعداد افرادی که به این وطن در این وطن درس خواندن، در این وطن کلان شدن و در این وطن میخواین خدمت کنن، شما بیارید نموره نگوید میمزر ما تولیز ما. صحیح است آقای کوزای. بس سیومی که وجود داره بس پدیده داعش و تروریسم بین المللی است. وقتی میگیم پدیده داعش و تروریسم بین المللی جناب آقای پیشتر اشاره کردن، من میگم که نشستی که در تاجیکستان ازبکستان صورت گرفته یک بس بسیار کلانش پدیده داعش بوده است، یک بس تحریک اسلامی ازبکستان بوده است که نو سر صدای صورت گرفته و بسی که بسیار مهم است یک چند پیش شما در جریان هستین، حکومت خودشان امیر بیان کرد که چندین راکت از خاک افغانستان به ازبکستان ثابت کرده است که و در اینجا گفتن که گروه های یک تعداد افراد است که میخواین سیاست دو کشور را بر هم بزنن. ما این را قبول میکنیم، اما این هم باید قبول کنیم که یک تعداد خواستای مشروع و قانونی دنیا را شما بیاین امروز سر میز بانین در سکتور تعلیم و تربیت، حقوق بشر، آزادی بیان، رسانه. من افتخار میکنم من اینمی صحبت هایی را که میکنم به من اینمی قازادی، اینمی دولت دادن و اینمی حق ماست که باید صحبت کنم. اما این هم باید قبول کنیم که ما امروز امو آزادی بیان را که حتی در جمهوریت نداشتیم اگر دمی هم داریم سانسور است. من میگم که اگر من از اینجا برم شاید بر من زنگ بیه، شاید برای ما مکتوب بیا، شاید آخرین بحث ما با تلویزیون کابل نیوز باشه که من نتونم دیگه به خاطر که من تهدید میشم، به خاطر که من با بدبختی و ضلالت روبرو میشم. ولی من پیشنهادم است که من به عنوان یک افغان آمدیم درد دارم، هر روز میمرم، هر روز از بین رفتم میرم. به این مردمتان نجات بدین، مردمتان از گشنگی میمرن، همین دولت شاید نیست، مردمتان گردای خود فروخ شما شاید نیست، مردمتان سیل سیل مهاجر شدن شاید نیست. با می بدبختی چرا مردم قربونی میگیری؟ با می زلالت میگی من روزم کلش کافیس. من پیشنهاد میکنم، من میگم که مردم از گشنگی میمورن، مردم گردای خدا فروخ، مردم انسان ارگت فروخته میرن، چرا قبول نمیکنیم؟ میگم این زرما تولیزمو نکنین، این بدبختی زلالت ها. مردم دیوانه شد، زنای افغانستان رسول خدا حق دادش، قرآن حق دادش، تو از پیش میگیری با کدام دین مذهب؟ ایره ترکی حق داده. باز میگم انتقاد است، انتقاد نیستی مشور از او برادر. من میگم میمریم، از بین میریم، ذلیل شده میریم، در دنیا ما را کس نمیشناسه. شما سیل سیل امیار از ترکیه و جرمنی مردمتان را مهاجر پس آورده میره، شما میگین قبول میکنیم این چوکی پایدار نیست. ما میگیم که قرآن حق داده ما را، رسول خدا حق داده ما را، در می وطن هستیم فرار کرده نمیتونیم. مشل سب بخن سرا چه تاسو برنی که مستی دلتا دیتا رازو چه مشل سب ولی اسلامی امارات، اسلامی امارات ولی بلچا تا زین وارکی ای احساسات نیست، ای دردی است که من دارم، ای دردی است که دردی است که مردم ما میبینم، ای دردی است که میلیون ها زن امروز به سرنوشت زندگی میکنه، میلیون ها کودک به سرنوشت زندگی میکنه، خوار است، مادر است، از همه ها هستن. شما بیاین بگوین چرا با این ذلالت روبرو هستیم؟ استاسو له اند ول اسلامي امارات چې تاسو وایئ چې یوازې د خپل طالبان په دغه کې دي نور ول نه وایي. ما تا زمانی که بغل کلان نداشتیم با می انتقادا، با می مشورایی را که تا اینا نپذیرن ما با این بدبختی روبرو هستیم. ما پیشتر هم اشاره کردم هدف ما حضرت علی میفرمایم میگه از به حکومتی کده حکومت ضعیفم خوب است. ما با این می رسانی شما 5 سال پیش 4 سال پیش بالای جمهوریت هم انتقاد داشتیم. نه این انتقاد به معنی از این است که ما وظیفه بگیرم، به معنی از این است که ما کدام کاری شوم، به معنی از این است که ما به عنوان یک استاد آمدیم مشوره می تیم اینمی حکومت خدا که مشکل داره تجدید نظر کنه. وزیر صلاحیت نداره، اگر صلاحیت داره که پیشتر دفاع کرد، وزیر معرف خودش میگه که مکتب بسته ماندن مکتبا از صلاحیت ما بالاست. چرا بالاست؟ وزیر هستی،
ما میگم که تیم قوی یک تیم قوی بر سیاست بیرونیتون جور کنین. اگر غلط است خب این غلط است، ما دیگه نه مهم ده میرس الله من دار خدا الله بر بهانه سیاست رو سپوره تاسو څنګه ارزوي زکه د اسلامي امارات یو کال پوره کیږي. اگر سیاست خارجی مو یا وزارت خارجی مو سیاست مدبرانه درست و دیپلماسی درست را بازی میکرد، د طول می یک سال ما یک مملکت پیدا میشد این وطن بشناسه. ضعیف است که نشناختی ما را. از این همی کنفرانس هایی که میریم ضعیف ما پس دوباره میاییم. شما قبول کنین این مردم افغانستان شاید باشه. اگر در این نتیجه این دستاور داشت، من میگم که دیگه من با رسانه صحبت هم نمی کنم، نقد هم نمی کنم. من میگم خداحافظ، شما خوب هستید. من میگم که ما نمیتونیم از استفاده کنیم، ما نمیتونیم از سیاست و با این حرکت ها بتونیم جوابگو باشیم برای بدبختی و فلاکت و بیکاری و فقر و تندیستی که ما روبرو هستیم. ما نمیتونیم تا زمانی که ما یک سیاست درست همه شمول و یک تیم بسیار قوی را نداشته باشیم. شما شاهد باشین یک سال تیر شد، یک سال تیر شد گفت صرف یک چند ماه در دنیا 52 مملکت اسلامی، سی یک مملکت اسلامی هم یارا به رسمیت نشناخت. چرا؟ ما خلاف اسلام پالیسی داریم، ما خلاف اسلام حرکت کرده میریم و این حق است که شما اینو شیمپوشی کردن نمیتونید. بسته ماندن مکتبا، کار فعالیت زنا در ادارات دولتی و همسالم خلاف تمام دین و بین اسلام و قرآن عظیم شان است. و اگر میگی نه بفرمایید یک بس مناظره اسلامی دعوت کنین، با اون کالم هم نیستم، به عنوان یک استاد مبارزه علمی میکنم، مناظره میکنیم هر کی که باشه که در اسلام کجا گفته، در دین ما کجا گفته، در قرآن عظیم شان کجا گفته، در فقه کجا گفته، سنت پیغمبری کجا گفته. ما آماده هستم که به این مناظره شرکت کنم و از حقوق مردم خود دفاع کنم و اینا رو هر کی مکتب بسته کرده و دلیل داره برش به این بسم الله. ما میگیم که خلاف زنای افغانستان باید کار کنه. چرا نمیمونین کار کنه؟ بالاتر از نفوس مردا که زنا است و امروز او به سرنوشت ده خانه افتیده، او با ده ها مشکل و بدبختی روبرو شده است. میگه نه، خب ما خلاف پالیسی روان هستیم، خلاف میل و دین و بین اسلام روان هستیم. و اگر میگه نه، ما به اینمی دیدگاه روان هستیم، روان هستیم، ما رو جز میسوزیم کل ما. من میگم که از تاریخ افغانستان تجربه بگیرید. نه مانون که سالای سیزده بله برخه تر اگرز و مشر سه داخلی برخه تر اگرز و البته نره او ترچنگ دسیمی هیوادونه در افغانستان سخد ترهګرو ډلو اندېښنه څرګندوي. تر څنګ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې یو ښه پټنځای او روزنځای د ترهګرو ډلو لپاره افغانستان دی چې دلته رشد کولی شي. اسلامي امارات یې ردوي، ولې دلته د اعتبار خبره ده؟ زما موخه د اعتبار څخه ده چې ولې د سیمې او د ګاونډي هیوادونه دغه اعتبار نه کوي. یک چیز را باید آقای الکوزی صادقانه بگیم، با آمدن حکومت امارت اسلامی ما در افغانستان در طول یک سال آنچنانه که باید شاهد کدام مشکل امنیتی بوده باشیم یا بدبختی های خرد و بزرگ دیگه بوده باشیم ما نبودیم. خوشبختانه در سطوح امنیت ما دست پر داشتیم و بسیار دست بالایی داریم، حتی از جمهوریت هم کرده، حتی از دوره پیش هم که وجود داشته است. اما این را باید بگویم برای دنیا، ما پیش در مقدمه اشاره کردم یکی از دلایل بسیار کلانی که نشست ازبکستان دایر شده به خاطر توریسم بین المللی بوده است، نه به خاطر برای اسمت شناختن افغانستان بوده است. این نبوده است، بس اقتصادی افغانستان مطرح بود، بس حقوق های بشری مطرح بوده است، بس کمک ها مطرح بوده است، بس اقتصاد مطرح بوده است، بس یک دالیزی که منطقوی در آسیای میانه مطرح بوده است، اما بس برای اسمت شناختن وجود نداشته است. حتی ما باور یقینم است که بس آزادی پول افغانستان هم در این مطرح نشده است. و آقای متقی چیزی را که میگن، من امور دامیانم که میامدم، من مینشست تحقیب میکردم و از کنفرانس هایی که و اقتداد ممالک صحبت میکرد. اما بسی که وجود داره، من میگم که تحریک اسلامی ازبکستان سر و صدایی داره در ازبکستان، جهش تاجیکستان شروع کرده، داعش یک بس بوده است، از خاک افغانستان به ازبکستان حمله راکتی صورت گرفته است. دنیا بالخصوص مسکو، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان تصمیم داره که در آسیای میانه یک سیستم را ایجاد کنن، یک طرح را بسازن، برنامه را بسازن که خدا نکنه دیگر روز برای زینا تهدید باشه او حتی از خاک افغانستان. که خوشبختانه حکومت افغانستان تیم حاکم بارهایی را گفتن که افغانستان برای هیچ کشور و برای هیچ دنیا تهدید نبوده است. ما روابط دوستانه میخوایم. ما میگیم که بله، دنیا اما باید... د تعامل خبرم تر سره کیږي، زده باور خبرې تر ازم چې ولی باور نه رامنځته کیږي، ولی په اسلامي امارت پر دغه سرګندونو باور نه کیږي. با تایید صحبت های استاد، ما پیشنهاد می است که دنیا از سال 2001 تا امروزه، ولو اگر امریکایی بوده است، ایرانی بوده است، پاکستان بوده، چین بوده است و حتی همین کشورهایی که در جنگ افغانستان نقش
نقش داشتن، همون گونه که در صلح افغانستان نقش داشتن، شما قبول کنین که اینا منافع خود میخواهن. در زیاد من مملکت نیست که منافع خود نخواهن. و تا زمین نشسته ما زیاد سود برده نمیتونیم، همین کشورهایی که دایر کردن اینا سود میبرن. در زیاد من مشال سه همت سه برزت است تا سوال چشمنی پوره شویدی او هاغشمنی چه در نړیوالو سره شویدی او یا هم که در بهرنوی چارو وزیر سرپرست وزیر تله دی الته شویدی هغه په عمل کې هم ثابت شویدی. لومړی د دوهی هوکړه ترازو په دوهی هوکړه کې د نجونو پر مخ د خونځوی د پرانستو ویل شوی او ماترو سپوري چې نړیوالې وای هغه ژمنه نه ده عملی شوی. دویم د ښځو د دندې پر اړه باندې خبرې تر سره شوی دی او دی وای چې په زمایمو کې دغه خبره یاده شوې ده د ښځو ته په ټولو اداراتو کې دندې نشته دي. دریمه خبره د جګړې له لارې واک ته رسېدل او یا هم د افغانستان لوی ښارونو ته داخلېدل و، ولې دغه کړنې تر سره شوي؟ ګوره لکوزی صاحب، دا درې واړه پښتنې تا ډېر وخت نیسي، خو زه به په لنډو لنډو ووایم او دا به یو 50 ځلې اول دا ما ویلي، دوه درې ځل خوندی تاسې دغه نه. اول په دوحه کې څلور غوښتنې دي، هغوی یو دا چې افغانستان به مخدره موادو کې د پی ټکی ورتک دي، هغه هم کېښود په یو فرمان سره. او دا دنیا په دې باندې شاید د چتیر ځل اسلامي امارت کې 95 کوي اخر صفر تر کوسو او وسم ان شاء الله صفر تر برا کوزيږي. د هم دوی راپورونه بداور کی نو مخدره مواد حقوق بشر ویل بشر حقوق کې منګا او حقوق زن، حقوق زن په میراث کې مخزو ته پرمان راغې صادرم ک او په خزو ملي چوګي بدو کې ورکولې نسی، خپل اختیار لري چې وړه وکړه کړه چا غټه سولوي د تر زوی مې نه کوم تا کوم بل کوم دا کوي سي. موږ دا ویلي چې څوک چا سره د حقوق بشر، حقوق زن او پاتې شو د مکتبونو دا اوس پانتونونه خلاص دي، انګلیسي کورسونه او ریاضي کورسونه او نور کورسونه سره خلاص دي. الکانو جرلته ولا لګوڅه اول نه تشپګم پورې ده، بس متشپګم ټولګي نه صحیح ده، همدا تر 12م ټولګي پورې خود دغه ظالمان مشل سره بنوي خود دغه خود موي چاره د شپګم پورې دوی خو ټول د خوځو وي. اوس معرفت لور سره خزستا سیاتامه ته ورسستا میدانیا وای کستا دوی خو اڅ نو دغه خود وي چې تستا نور دم زیات کی یو څو بیان خو دی وای ما په کراتو کراتو ویل نه بیا هم د جنو وایم چلانت د په متملقو او چپلوسو د نظام حامیانو باندې وی کاغذ زم یم چې په مثبت شان یادوم یادوم او منفی ته اشاره م نکوم. خو لعنت د دانخې مهر څوک عنادګرو کینګرو مخالفینو د نظام باندې وی چې هغه مغه منفی یادی او مثبت تسترګم اته خو به مثبت لرو دا هم دا شل یادی یادی هغه مثبت تسترګم نه وړاندې کوي. آخر کې په غلطۍ کې لکه چې ویلې چې امنیت دلته راغلی دا خبر ده. دویمه خبر یې تا دا کوم ګوره دا اوس بیا اوس زه ولا تا دې مجلس ته دا نه پوهېږم اول ځل یا بیچاره دماغو کې ماغزه کې خراب ده ټوله خبرې دې وکړې ما دې یو خبر ته مور نغلم اسې دې ما دې ورورې مشوره ده ته دا او دویم دې چې دا ویلې چې دا ما به آخري هغې کزان ته کیس شی جوړي هغه بېله خبر ده او کنی زه دې ضمانت کوم. واورې یو خلکو د اسلامي امارت غلی چې دلته راځي هغه به یا پسمرګي وي یا به د 2021 مجاهد وي. دلته راځي پټګي لونګۍ به وهلي دا تهدید وه دا تهدید وه. اسلامي امارت چې کومه قرباني ورکړي موږ د حضرت عمر نه د موږ امیر المؤمنین هغه نه دغه ته خلکو غږ وکړو چې د خطاب زوی لکه زه کوک سم وای د خطاب زویه په توره به د سم کوم غه شکر وکړه. موږ هم شکر کاږو چې دغه څه نقادان سالم او صالح نق په موږ کوي. موږ شکر باسو که هغه استخباراتي که وزارت داخلي که دفاعي چې دا اوري او دته بیا تلیفون کوي هغه د اسلامي امارت سره خیانت کوي، هغه دا د ما سره خیانت کوي او زه به خاین یم چې زه دغه څه بیا چاته وایم. دا بعضې پسمرګیان او د 2021 مجاهدین دلته راځي چې یو خبره هغه سي بیا هلته امارت ته یو ته وایي دسې ویلو امارت کم ځای کې زه یو خبره کوم استاده چې د انتقاد د سالم انتقاد او د نقد دروازه بنده سي هلته د فساد دروازه خلاصيږي. د فساد دروازه چې چیرته خلاصه سوله که ارقم نظامي که هغه اسلامي که غیر اسلامي هغه بیا ړنګیږي هغه ختمیږي. موږ وایو چې د نقد دروازه خلاصه وي خو یو فضیحت دی او نصیحت. یو غوښتنه خو درنه لرم ما تر بلار سي هغه دا چې تا دغه خپل چې دا اوس د تلویزیون نه وایې کېدی شي تا کړي زه به ډېر خوشحاله سم چې تلویزیون نه وایې. دا خو ما غوندې سړی یم چې مسایل نسي هغه کوي. دا خو هغه خبرې دي تا کوم وزارت ته د ابوبرق وزارت ته دې هغه وړاندې کړی، تعلیم تربیت ته دې وړاندې کړی، تحصیلات عالي ته دې وړاندې کړي، لیکلي همداسې دې ورسره مشورې کړي چې دغه وکړي دغه وکړي ودرې وزارت دې هغه ته دې ویلي خارجه ته چې تا دا کړې همدا وایم که دا دې کړي بس ما روجانه ډېر ښه کنۍ دې کړي دنه وروسته یې وکړو ښه پوهه لرې ښه پوهه لرې دا وکړه. دا چې هغو ونه منله لږ مې پرېږده چې هغو ونه منله
بیا راسه تلویزیون تراسه بیا و دا خو چې سره اتنی دی لاس غوټاول نه په خلی خلاصي دا مرضی او غرضی دی بنی ز اکثر خلک د سپی جنم چې مرضی او غرضی رئیس فضیحت کی نصیحت نه کی نصیحت ته وی چې سره کوي ولنه بیا تلویزیون تراسه تاسو د خبرې پر اساس معنی آیا ټول ولس کول شي چې دغه سپی ادارات باندې وګرځي او کنه د ولس نمائندگان کول شي پر دې باندې خپختنه مې دلته دا چې اسلامي امارت ول تر اوسه پورې په کور دننه داسې و غونډن د جوړ کړی چې هغه د ټول ولس نمائندګي وکړي آفرین منګه ډوډۍ نه لرو سبای جمع ته چیزو سلام وګرځول شي خزه غه کاله بچي ملول کی ملکی یاله دا من په ار چوک وینو جنې کانی دی بیچاره قلمونه خرڅي او شیشې پاکي په دمن پي ګم د قشتبي هغه شروع کړی په خو باندې خپل دري 25 میلیون جری بزمکه دا منګه خل مر لرو خس خ اوال لرو خو بل لرو منګه دا خ باد لرو منګه دا کوشش کو بنیادی کارونه دغه استادان مشال سب غند خلکو ته ضرورت لرو چې من ته لیکلی بنه باندې مشورې را کیار وزارت خپل مسولیت خو دې عند الله او عند الناس ادا کی بعد سبا را سی ودی وای چې ما پلانی وزارت دغه ورته وړاندې چې کاری ټیم برابر کړي دې تاسو ټیم دا 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 دوه ونه من بیا دلته بیا زم خل چپم بلم خل چپي بلم خل چپي اوس خو داس یو یو حالت د چې سړی خو ټول خلکو نه ما غو نه ناپوم پیدا کیږي دا به د مصلحت خبر کې هغه وای چې ولا ته تخریب کړي کاش کده ټول خلک هم دغه نه پوي خو ما غو نه ناپو خلک پیدا کیږي د خبرونه بیا د څه برداشت کوي د ما یو غختنه له ټول نه قادانو نه دا من شکر با څوک چې په نق خپکیږي هغه خاين وي الخائن خائف خائن خائف وي چې ما کې عیب نه وره تشپورز خبر ادا دال کوزای سب چې تا دې سوال تر اعظم کابل ته موږ نه نو تو مجاهدین طالبان نو را رسیدلی پولی چرخی کې حکومت خلک ټولو جای پری خو موږ لغمان ته لاړو پاول شپ دویم د مخدره مواد پرمانم صادر ک خز په دا ټولو غو کېشته موږ کې د حقوق بشر دفتر بند کړی دا هغه خو ټول دروغ لا خو دغه اداره د چې خپل سخن ګوي مو کور دی آبادی مخلص سره د وطن دوست او افغان دوست سره دا دوی له خپل خبرو کې مخکې مې ویل چې زه په بهرنۍ فشارم په ماو داخلي فشارم کم چې حق مانسو ویللې دا دوی ویلې چې ان ضرورت تبیح المحظورات نو نه اغم رواکیږي نو دته خدای اجر ورکی هغه احساس چور سره دا ام د قدر ول دا زه بیا د تکرارن وایم چې هر چا دقه سنه قادانو چې سالم نه کوي د تهدید خبره کوي یا تلیفون کوي د اسلام سره جفا کوي اسلامي امارت سره افغانانو سره او خپل وجدان او ضمیر الله او رسول سره ماغه کوي چې ځمني پوره شوی دی بیا د امریکا په مقابل او یا هم د نړیوالو په مقابل کې ول داسي یو غونډه یا هم د خبرو یو دروازه ګوره غونډه خو درته وایم زه پرې نه خو ول نه پرانیزي ګوره موږ 3,500 کسان را نه نکړل هغه ته غونډه ملته جوړ کړه موږ شورا دی علاقه دم جوړو موږ انتخابات هم کوو د دې انتخاباتو ویل موږ لوی جرګم جوړو خدا مصارب وړي د هندستان صدر اعظم هغه استفا وکړه مخالف حزب ویل چې استفا مکو ځکه بیا ضرورت کیږي انتخابات او انتخابات پیسو ته هغه چې پوم دی هغه داری ګل مصرف مشال سره ته د ولګي افغانستان چې پیسې 10 میلیارډ ډالر تک انګل دی پر رسمت هم څنګه پیژني تر نه انتخابات غواړي دلته انتخابات خو پیسو کیږي بیا چې پیمانه ته پانتون استاد چې تا ته بده تیر انتخابات کې څونه کسان راغلي خو تا زمير خپل نه د خرڅ کړي چې یو پیسې بيږي او بما ووټ بته ما ته رائے راکو ما ته رائے راکا دغه خدا خو پیسې دي انتخابات خو دغه علما چې موږ راخېستو خبره 200 میلیون افغاني بده موږ اغه سوي دا لکه افغاني د موږ مصرف سوي دلته یعنی 220 میلیونه نو دا ګوره کم شي نه دي دا خالی په دغه علما باندې چې هغه بیچارهان سر خرچو دی سوي دا دومره مصرف هغه ځکه وړاندې کړه حال ته چې انتخابات کو جرګره وغوښته ولې د مصرف مصرف ګوره دلته موږ نه لرو چې ولرو انتخابات هم کو یو څوک چې ما ته وینه راکې شپګلی تر زوی راکې ما په سر باندې خپل کور بمباري ما په سر باندې چاپه مني ما په سر باندې پولی چرخي زندان مني چې مجاهد اسلامي امارات شل کال جوړ کړی اغه ماته یو وټم راکې دا میمنده ام دغه کسان مصرف خرچه ګوره همت صاحب من حرام نه غنو همت صاحب مباح غنو دا انتخابات همت صاحب کوم اسلامي امارات غړی وي چې دا حرام دي اغه دغه شخصي نظر ده پالیسی او سیاست د اسلامي امارات ده ګوره مامخ کې ملمن کې بغلا وي من راغل مقرر کړی من کې بریښوت وي من کې خدا دې من پالیسی او سیاست انفرادي او شخصي به همت صاحب تاسو ویل چې خلکو ډوډۍ راکړي دا خلکو خپل زوی راکړای دي خلکو خپل کور په اختیار کې راکړای دي خلکو وین راکړي دا هم دغه کور نه ای ام دغه کسان اوس درته زما د لور پر مخمن د مکتب دروازه خلاصه کوله نه خلاصه ډیر تیز ما مدینه من غوانی من مدیان یو مدید دونه نه تیزیږي من تیزو د استخل غسترګونه د سترګونه وخی وڅ چې دلې ام دغه وسره د ما بزړ نه ویني تاسو د اسلامي امارت له زړ نه ویني د ټولو په ول نه خلاصي پر مخمن چې ویني ګوره بعد تقديري شیان وي د اجتهادي مساله و من ویلې چې دام ناروا کړي ظلم کړي دا وی د اسلامي امارت غړم زدام چې خدای د من ته معافي وکي خدا قصدي او عمدي نه و
دا منګه په دی و څکړو ګور زین شان دی دغه عبدالحق چرای نه ده هلته کورس و بی بده ما دا غږ دوی یقین وکوه څه مو د مخ کې او چلته ورغلو یو جبر او تل لکانو جلیکانه د منګ په غاغه و تلته مجاهدو بیا ورغلا مشران کور دی آبادی غوی را سره کو هلته زنجیر تړلې زنجیر لګولې د اخوا جنکی زی د اخوا لکان راځي اتل راتل لارې غسو دغه سی اسلامي امارت دیشانو ته هغه کی منګ په غک کو بیا تاسو غنم غک کو کمالمان نه تجاران دی من غیرتی دي تنخواګان ورکي کيو سن کې ډیر کسانو نه زیات وصولو کې نستا من درې سو مې اوسن کې لورګانی خورګانی کې نو خود مکتب دروازې د خلاص سکسي دا په اسلامي امارت غړې مې دلته او غدم په کو bale تاسو وای چې د اسلامي امارت د غړو هم امدغه د چې اته د زړه نه ویني تاسو کې په دې باره کې نو د چا د خاطر لشي ګوره دا خو د لپاره موقت تلسی وي چې دغه باز شان چې کوم واقع شي چې تاسو وي د اسلام تخپل غړی او وای چې د اسلامي امارات د غړو یا هم اسلامي امارات د زړه نوینې تاسو په دې باره کې د چا د مشکلات هغه رښتیا خبر وو کوم ملت واوري موږ ته دونه مشکلات دي چې حد نه لري امیر المؤمنین ته خلکو د ببو جوړ کړي وو چې د سیمه مکتبونه دی د سیدی د اومنه ته دوله سمه هغه امر صادر کړي چې دا بند کړي ته هغه پورې تر څو چې دا اصلاحات وکړي څکه چې اصلاحات وسلو دونه د دنیا ټوله درپسې ده نو همدغه تبیانه دا غسی وي ان شاء الله چې نن یې کسبای کډیر طلبه سي ان شاء الله ان شاء الله پینځله سم د سومبلې چې دا ګرمسیر مکتبونو رخصتيږي دکې به ان شاء الله شروع شي او هرات او تخار او مزار او قندوز کې خوشورو دي تا وته ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه احمد صاحب په مشال سے پلانډو کې کراته وایي چې اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو د پاره باید کوم ټپ کې په نظر کې ونی سي او هغه بودونه یا هغه ټکی چې دی چې دوی ته خان دی یا هغه خاندونه لمنځوي سکوم دی بهترین گزینه آقای کوزای مو است که ما یک قرارداد را که در دوحه داشتیم باید امو تحقق شوه عملی شوه هم از این طرف هم از اون طرف تا زمان کو تعهد صورت نگیره بعید به نظر میرسه که بشناسن سه بحث تعلیم آزادی زنا یک بحث بسیار مهم است برای 30 میلیون مردم افغانستان دای تجدید نظر صورت بگیره بحث بسیار اساسی دیگر بحث حکومت همه شمول است یک حکومت تکفردی یا قومی ضرورت مردم افغانستان را رفع نمیکنه ما ضرورت داریم که یک حکومت همه شمول که از تمام جناح از تمام اقوام مردم های صالح و نیک شه دعوت کنین دوباره که بتانیم از این بدبختی و ضلالت رو براش ډیر زیاته مننه احمد صاحب مهربانی شمول من سل پسل نه دد اوسم پسل کی خواتیا ده من کوشش کو چاشل نورم کو د پنشیر لرو د نور لرو خدای غیو خبر کوم چې من به کلم د سی او کارو نکو کدی من غی کی انفرادی غلطی به سیاست او پالیسی په افغانستان او د اسلام د ملي ارزښتونو باندې سودانه د امریکایانو موږ سره تعهد ټول مات کړی موږ تیارې اره کړې پیسې د موږ کنګل کړې موږ پرسمن دوه حق چې کوم څه سی هغه اسلامي امارت ټول عملی کړی دي ډېر وی ظالمان دي چیرې ته مننه لتا سو همت صاحب مشال صاحب لتا سو هم نړۍ مننه جباس کې را سره وي درنل دن کو د جوړ لید خبرونه هم عمل د پاتره سیګ تر بیا هم په لوی وبخون کې راځم خوشاله شئ